صد درصد تولدت اصلا توضیح بده چه یه دو دقیقه بگو بعد تا بریم به داستان. چی توضیح بدم؟ من چی تولدمو توضیح بدم؟ ننه آقام سکس کردن ما هم اومدیم. آره دیگه بگو چیکار کردی؟ کادو چی گرفتی؟ 21 شدی میتونی ویگاس دیگه بری گمبل کنی. خیلی مهمه 21. من اومدم راجع به 21 سال پیش توضیح بدم. راست میگی، اینی که تو گفتی علمی تر بود. راجع به الان توضیح بدم. آی تو می‌خوای راجع به 22 سال پیش صحبت کنی؟ چون آره دیگه. آره دیگه. من خواستم راجع به شبش صحبت کنم. آقا مخلصم دیگه، تولدم هم کار خاصی نکردیم، یه دابل دیت با میلاد که ویدیو گرفتیم با اون رفتیم دیگه، خیلی هم حال داد. جاتون خالی. یعنی تو و میلاد دیت کردین یا دوتا دخترم بودن؟ من و میلاد جلو دخترها همو میکردیم. نمیدونم چرا دارم اینا رو میگم. دخترها نمیبردین دیگه، ناراحتشون کردین؟ نه چون احتمالاً فکر کردن میخواین شما اونا رو دیت کنین. ما از این فتیشای خاص دیدم که دوستان بقیه نگاه میکنن موقع سکس، میدونین لواط کنین. من حسودی میکنم به اون مردایی که حاضرن زنشون یکی دیگه بکنه لذت ببرن. خیلی دارکه، من نمیخوام راجع به این داستان صحبت کنم. اپیزود امشب و راجع به ادیتور ویدیوهای قبلی منه که به اسم قلندر بود، اگه اسمش رو یاد باشه. من با قلندر دیگه الان کار نمی کنم به خاطر همین داستان ایگو به نظر من، چون ما با هم شروع کردیم و داستانش رو باید تعریف می کنم، بعد تو نظرت رو جمعه من بگو. اوکی. ما با هم شروع کردیم، ما قیمت‌ها رو ایران رو مثلا میدونم چیه، چقدر ادیتورا میگیرن، ادیتور حرفه‌ای نه، ادیتور معمولی که ما باشون در واقع سر می‌کنیم کار کنیم. من خیلی با این قلندر حال می‌کردم از نظر پسر، از نظر رفاقتی هنوزم دوستش دارم، پسر خوبیه، ولی من احساس می‌کردم که توی کار مثلا کمکاری می‌کنه. خب چیز واقعا هم یاد باشه داشتم با صحبت می‌کردم، گفتی بوی خایمالی میاد، داشتم با تو مقایسش می‌کردم واقعا، چون مثلا یادمه که تو چه کارهایی میکردی، ویدیو رو میگرفتی مثلا اون موقع میفرستی واسه اکانت های دیگه، مثلا رپ فارسی، نمیدونم کامیدی، هر چیزی میفرستی که مثلا بیا شما اینو دارین، یه روز قبل از ریلیس نمیدونم کار میکردی روی مثلا تامنیل چند تا متفاوت درست میکردی، یادمه خیلی زحمت میکشیدی و برای سیبیل وار. بعد واسه همین واسه هم جالب بود که مثلا خب این یه آدمیه که باعث میشه وقتی توی تیم وارد بشه پیشرفت کنه، و مثلا بهش میگفتم که قلندر بیا برو مثلا تو ویدیوها کامنت بذار، ویدیوهای آدمایی که مثلا شبیه ما هستن، ویدیوهاشون اینطوری کن اینطوری کن، اون هی نمیکرد. یا مثلا اگه بهش میگفتی ادیتو اینطوری کن، اونو یادش میرفت. اگه میگفتی حالا اونو بکن، یه چیز دیگه یادش میرفت. اگه ویدیو میفرستاد تامنیل رو نمیفرستاد باش. من میگم آپلود کنم تامنیل ندارم، بعد مثلا بهش زنگ بزنم یه روز مثلا پیداش نمیکردم یه واسه تامنیل، بعد فردا زنگ میزنم خب تامنیل چی میخوای؟ خب کسی شاید قرار بهت بگم من چی میخوام که دیگه چه فایده داره، تو باید کام اپ کنی، من باید من کرییت کنم، تو باید ادیت کنی، اگه من کار تو رو بکنم. خلاصه دیپ داون من از این آدم راضی نبودم. خب بهش هم یه بار حتی در حد بهش هم گفتم که اگه یک بار دیگه بهت مثلا میگم دوشنبه ویدیو میخوام صبح بنشم ویدیو نباشه، دیگه با هم کار نمیکنیم، اخراجت میکنم. من یه چیزی بعد... اینجا بگم، با قلندر ویدیو هم گرفتی تو چنل درسته؟ بله بله. ولی عکس قیافه فقط صداش. بالاخره ولی خب یه حالت فیچرینگتون میشد دیگه تون ویدیو. برگشت چند روز پیش من گفتمش که سهیل مثلا گفتم دیگه گفتم آقا چرا انقدر گایدی بده دیگه، مثلا سه تا ویدیو قرار بوده بدید، 6 ماه داری عقب جلو میکنی فلان بسار. گرسشو بخوای برای من پولی نمیصرفه. خب بعد من دیگه اصلا خواستم منفجر شم، چون ما مثلا مگر من 4 تا ادیتور دارم، اگه دارم مثلا بهشون چه میدونم 1000 تومن میدم، به قلندر 2000 تومن میدم یا حتی 2500 تومن میدم. خب بعد برگشت اینو که این زد اصلا به من اصلا قاطی کردم، یعنی قاطی کردم گفتم که دیگه نمیخوام باهات کار کنم. بعد اومد گفتش که نه بیا این حرفو نزن بابا، من فقط خواستم با تو احساسمو شیر کنم، I didn't mean anything، من میزنم خوبم میکنم، از این بعد سر وقترم میدم و اینا. گفتم نه، همین که تو این حرفو زدی که تو مغز داری من نشون میدی که تو داری فکر میکنی مثلا داری اضافه از کار انجام میدی، وقتی من قدر داری کلی کار انجام میدی، من دیگه نمیتونم باهات کار کنم. واسه با قلندر خط زدیم و الان دو تا سه تا بچه دیگه هستن مثل بن، اصلا عالی، یعنی بهترین اتفاقی که میتونست من بیفته افتاد. خب ولی این بهترین اتفاقی نیست که واسه اون میتونست بیفته. چرا؟ چون من میتونم 5000 تا ادیتور پیدا کنم، فقط کافیه استوری بذارم، یا نه اصلا کافیه فقط زنگ بزنم به صد جور، صد جور میشه من 5 تلفن بدی اینستنتلی تو من نمیدی. گفتم خب مثلا ولی تو الان کیو میخوای پیدا کنی که بری واسش ادیت بکنی؟ باشم با این حالتی که تو داری پرفورم میکنی تاپ داش نیستی، واسه همین اگه مثلا تو بری به نفر مثلا پیدا بکنی احتمال داره دوباره فایرت بکنه. و چطوری میشه که اون تو این داستان شاکی شده از اینکه داره پول کم میگیره؟
هیچ کار دیگه نداره، هیچ جای دیگه کار نداره، هیچ کسی دنبالش نیست که تو رو خدا بیا ویدیو ما رو ادیت کنه، مثلا بگه اوکی سوال دیگه مال تو میام. نه، فقط با من کار میکنه. یعنی تا جایی که من میدونم تنها سورس اینکامش، تنها چیز درآمدش از طریق من بوده الان. نمیگم نمیتونه به جای دیگه کار کنه، مطمئنم میتونه به جای دیگه کار کنه، توپم کار کنه، با اون کاری ندارم. ولی تو موقعیتی که ما داشتیم با هم کار میکردیم، تنها پولی که داشت میگیره از من داشت میگیره. منم پولو براش 10 میلیون جلو میزدم، گفتم خودت بردار، تو خود میدونی ادیتورا پولا رو خود میگیرن. 10 میلیون رو بذاره تو حسابت، وردی خوب این چخیات راحت تره، چرا بهتر بعد کار کنی تا کام کنی پولتو خود میریزی به حسابت. یعنی من خیلی سعی کردم باش مهربون و خوب و توپ باشم، خیلی هم باش راه اومدم. من میتونم درست. فقط بگم که داستان خودم چیه. من نمیتونم مثلا یه نظریه بگم که همه همون کارو بکنم. برای من این ریختی بودش که اولا که تو خود همیشه میدونی این داستاناتو، من بیشتر از هر چیز مادی پول و این داستانا دوست دارم که اون خروجی کاری که اسم منم توش دخیله خوب باشه. یادته موقعی که میخواستم چنل یوتیوب بزنم بهم گفتی نکن، بیا مثلا یه تیم ادیتوری یه شرکت بزن، خیلی خفم. کلیم اون زمان من خیلی هم کلاینت داشتم، آدمای معروف یوتیوب اکثرا دست من بودن دیگه، که من یکی اینا رو گذاشتم کنار که کاری که خودم برام هیجان انگیز تر بود انجام بدم. اما راجبه این داستان ادیت مختصر راجبه سپر بخوام اگه بگم، برای من اینجوری بودش که فقط از آخه فقط پول به من نمیرسید از سپر، که سپر غیر مستقیم کلی بنفیت دیگه کنارش برای من داشت که من میتونستم استفاده کنم ازشون. بعد اینو تو خودم میدیدم که اوکی اگه اینجوری یارو داره به من میرسونه، منم دوست ندارم که صرفا بگه یه ادیت برای من انجام میده. میخواستم اون خروجی که مخصوصا سپر رو همه میگفتن که یوتیوبش کلا دست منه، که واقعا همینطوره دیدی، من دسترسی دارم، حالا میتونم فیلم سوپر بذارم تو کانال یوتیوبش. خب بعد میخواستم به این مثلا سپر باعث میشد که کلی کلاینت های جدید برای من بیاد، کلی آدمای خفن باشون کار کنم، کلی چه میدونم با یه کسایی حرف بزنم که اصلا فکر میکردم شدنی نیست. این همه اینا باعث میشد که تو خودم یه داستانی ببینم که باید صدمو بذارم، و حتی اگه بهم حال میده این داستانی که دارم انجام میدم از صدم هم بیشتر بذارم. یه ساعت یه چیزی یاد بگی، شده فیلم داکیومنتری نگاه کتاب بخون، برو با یه نفر که آدم خفنی صحبت کن، فقط روزی 1 ساعت یاد بگی و این زندگی تو از اون رو به اون رو برمیکنه. بعد از مثلا 1 سال 2 سال انقدر چیز یاد میگیری که واقعا تموم میشه اطلاعاتی که روش بهش علاقه داری. این آدم ها فکر میکنن اطلاعات همینجوری ریخته، اطلاعات نیست. یه حرف خیلی قشنگ میزنه نیل گراس تایسن، میگه که اگه بری تو کتاب خونه، قسمت فیزیک 5-6 تا کتابه، قسمت ریاضی 5-6 تا کتابه، قسمت مثلا فضانوردی 5-6 تا کتابه، ولی قسمت روانشناسی 200 تا کتابه. میدین چرا؟ چون نمیدونن قانون روانشناسی چیه. پیچیده ذهن آدم میزنه. نه ولی اون حرف اونو من میشه قبولم، میگه کسی نمیدونه، همین میخوام همین میگه انقدر پیچیده است کسی نمیدونه، هر کی داره نظر خودش میده. واسه همین چیزایی که واقعا شناخته شده است و اینفورمیشن هست، اینفورمیشن زیاد راجبش نیست، یعنی 4-5 تا کتاب بخونید تو کسخار همه چیشو میفهمی دیگه. و مثلا کسی بهش من گفتش که چندین نفر به من گفتن که این کارو دارن میکنن، من واقعا خوشحال میشم، چون داریم آدمای باهوشتر داریم کرییت میکنیم توی ایران و هر جای دنیا که هستن. واسه همین اینشه که منو خیلی خوشحال میکنه. حالا اگه باعث بشه یه روزی پول اضافه بیاد تو حساب ما، که اصلا دیگه عالیه. یه دونه شورت درست کردم گوشتم روی یوتیوب، این شورت هم 1 میلیون بار دیده شده. واسه همین هر کی تو ایران راجع به این حرف بزنه از من شنیده. خب بعد یکی هفته پیش داشت اینو به من میگفت یه چیزی بگم، ایلان ماسک یه روز اینجوری یادش رو طرف گرد، من بیارم بخم که داره تو این از من یاد گرفتی، این اصلا از یکی شنیده یکی دیگه اون گفته، واسه این نمیدونست، ولی خیلی برام جالب بود که اینفورمیشن که من چرخیده. آره ولی گفتم نها کن داره تاثیر میذاره، یعنی یارو پوینت رو داشت با همین مثال میگفت به من، داشت میگفت آره تو مثلا اینجوری یا فلان، خیلی جالب بود برام. حالا تو یه صحبتی الان کردی گفتی از من یاد گرفته، چون من کامل دیگه الان وای به کاراکتر تو میدونم، این که هیچ فازی نداری که من مثلا بیشتر میدونم و اینو بگم. حالا یه چیزی که حداقل تو همسن و ساله خودم اینجا هست اینه که انگار یارو دوست نداره میدونی بگی من از تو یاد گرفتم فلان چیزو، من اینکه تو به من یه چیزی یاد دادی انگار مثلا حالت تو داری منو میکنی داره. آره ولی خیلی باحاله که تو انقدر باحال میگیش من فلان چیزو یاد دادم. آره این چیز بدی نیست، تو
پوینت این قضیه اینه که فلان چیزو یاد گرفتی دیگه گوسکیش، حالا از هر کی یاد گرفتی میخوام من اصلا اینو نگفتم که این از من یاد گرفتی، من گفتم که تو بعدن این داستان یه جا بگی نمیگن از کی یاد گرفتی، که میگن پشمام که تو اینو میدونی. بعد برای همین جوزی نداری دیگه، حالا چه میدونم از کوچیکتر از خودت یاد بگیر، این دونستن از همه چیز بالاتر. ولی خب من فکر میکنم پوینت رو کسی که میخواست بگیره گرفت، فهمید علکی ایگوش نذاره بزرگشه. من فکر کنم کل این یعنی یک ساعت و نیم ما اینجا داریم کس میگیم الان، این ویدیو دیس قلندر بود. آن من شیروز تولد ماما رو کشوندی اینجا بیام راجع به ادیتورت صحبت کنم. دمتون گرم، خیلی حال داد این اپیزود، خیلی باحال بود. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی حال کردم. همونجوری که امیدوارم از حضور آمین لذت برده باشین، خیلی حرفای مهم زد. دمتون گرم، چاکس. دم شما گرم همگی، فعلا خدافظ. Thank you.